واکنش‌ها به بازخواست از دو دانشجوی زندانی در نشست مسئولان امنیتی و دانشگاهی، بعضی آن را اعترافگیری در ملأ عام نامیدند. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم آیا این شیوه تازه‌ای برای تحت فشار قرار دادن متهمان است؟ در ادامه برنامه امشب، از ترامپ تا نتانیاهو، از سازمان ملل تا سازمان عفو بین الملل، همراهی ده ها شخصیت حقیقی و حقوقی با طوفان توییتری اعدام نکنید، هم صدای خارجی کمک دهنده است یا بازدارنده؟ تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدن. میلیون ها نفر مبتلا و میلیون ها نفر در معرض ابتلا به کرونا در ایران. روحانی میگوید شمار بستری شدگان شاید حدود دو برابر شود. ادامه سقوط آزاد ارزش پول ایران، قیمت دلار از 25 هزار تومان فراتر رفت. و گفتگو با امل مسلوسی، خواننده‌ای که هم صدای انقلاب تونس لقب گرفته، هم با ملودی سلطان قلب‌ها در دل خیلی از فارسی زبان‌ها جا باز کرد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. دو دانشجوی جوان ایرانی که درگیر یک پرونده امنیتی با اتهام‌های سنگین هستند، در نشستی غیرعادی و کم سابقه شرکت کردند. نشستی که 5 روز پیش برگزار شده و بعضی آن را بازجویی و اعترافگیری اجباری توصیف کردند، آن هم در حضور شماری از دانشگاهیان و مسئولان حکومتی. متهمان در دانشگاه صنعتی شریف درس می‌خواندند، دانشگاهی ممتاز در رتبه بندی وزارت علوم. یکی از متهمان هم عضو تیم برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم بوده. از جمله اتهام‌های آنها بمب‌گذاری در 11 ساختمان دولتی، حمله به پایگاه‌های بسیج و حوزه‌های علمی است. ولی در این نشست چه گذشته است که حتی نمایندگان دانشجویان اصولگرای هوادار حکومت هم خواهان توقف آن شدند؟ هدف از این نوع اقرارگیری چیست؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین ناصمی. علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه شریف که از فروردین ماه در بازداشتند، همچنان بلا تکلیف هستند. در تازه ترین تحول در پرونده این دو دانشجو، جلسه‌ای در اینجا در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شده با حضور سرپرست دادسرای امنیت، بازپرس پرونده، کارشناس امنیتی پرونده، تعدادی از اساتید دانشگاه شریف و نمایندگانی از انجمن اسلامی دانشجویان شریف، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل این دانشگاه و بسیج دانشجویی. روایت‌های این دانشجویان که نزدیک به حکومت هم هستند، نشان می‌دهد که علی یونسی و امیر حسین مرادی وضعیت روحی مناسبی نداشتند و حتی به گفته نماینده بسیج دانشجویی به دلیل اضطراب قادر به تکمیل کردن جملات خود نبودند. این دو دانشجوی 20 ساله الان نزدیک 100 روزه که دستگیر شدند و حدود 60 روز در سلول انفرادی به سر بردند که این خود مصداق بارز شکنجه است و بعد از اون هم که از سلول انفرادی بیرون اومدن هنوز نتونستن خانواده‌شون رو ببینن، هنوز دسترسی به وکیل نداشتن، وکیل منتخب ندارن و اینها همه نشون میده که در واقع تحت فشار شدید هستن برای اعترافگیری، چون که اگر حکومت شواهد کافی میداشت، در واقع شواهد محکمه پسند، زودتر این مسئله رو حل می‌کردن. من شدیداً نگران این هستم که این دانشجویان تحت فشار شدیدن برای اعتراف کردن به جرائمی که احتمالاً مرتکب نشدند. فیلمی هم در این جلسه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پخش شد که نماینده‌های قوه قضاییه گفتند شاهدی است بر اینکه این دو دانشجو ساختمان‌های را آتش زدند. نمایندگان بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشگاه شریف گفتند صورت کسانی که در فیلم بودند معلوم نیست و آنها نمیتوانند تایید کنند که علی یونسی و امیر حسین مرادی همان کسانی هستند که در فیلم دیدند. پیش از این قوه قضاییه ایران آنها را با سازمان مجاهدین خلق مرتبط دانسته بود، اتهامی که خانواده این دانشجویان رد میکنند. این افراد که متاسفانه وصل شده بودند به گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه گروهک تروریستی منافقین
ارتباطاتی با این مجموعه برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه ای در کشور بودند که یه اقدامات ایزایی رو هم انجام داده بودند، اما به لطف خدا نتونستن اقدام خرابکارانه جدی رو انجام بدن. در جلسه اخیر اتهام‌های علیه علی یونسی و امیر حسین مرادی مطرح شد، از جمله انفجار در 11 ساختمان دولتی با بمب دستساز، دو انفجار ناموفق در ساختمان قرارگاه خاتم الانبیا، حمله و آتش زدن یک مؤسسه مالی، 5 مورد حمله با کوکتل مولوتوف به پایگاه‌های بسیج، 2 مورد حمله با کوکتل مولوتوف به حوزه‌های علمیه و نصب بنر مجاهدین خلق در سطح شهر و همچنین نصب عکس مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت در دانشکده فیزیک دانشگاه شریف و فیلمبرداری از آن. جلسه‌ای که با حضور نمایندگان قوه قضاییه و نماینده‌های دانشگاه شریف برگزار شد، از یک جهت بی‌سابقه بود. اعترافگیری و بازجویی از این دو دانشجو در حضور دانشجویان و اساتید برگزار می‌شد. فعالان حقوق بشر پیش از این هم جمهوری اسلامی را به برگزاری دادگاه نمایشی و اعترافگیری اجباری متهم کردند. به نظر می‌رسد اما این بار حکومت ایران قصد دارد راه‌های جدیدتری را امتحان کند. ممنونم از فرین آسمی. محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران با ماست و همینطور شادی صدر از مدیران سازمان صدای عدالت برای ایران. سال اول رو از آقای آقاسی میپرسم، این نوع اقرارگیری یا اعترافگیری قبل از این سابقه داشته؟ متاسفانه این یک رویه هست که و متاسفانه بیشتر که دادگاه ها هم به این گونه اقاریر علی رغم تصریح ممنوعیت استناد به اقرار در مراحل تحقیق در صورت انکار متهم در دادگاه به موجب اونها حکم هم صادر کردن. بله، در بسیاری از پرونده های امنیتی یا حقوق بشری یا سیاسی معمولا در مرحله تحقیق و قبل از اینکه در بازپرسی اینها حاضر بشن اقاریری از اینها گرفته میشه، گاهی با فشارهای روحی و بعضن به اشکال گوناگون، و بعدن در نزد بازپرس هم ناچار میشن که اون اقاریر رو بپذیرن. اما به دادگاه که میرسن بسیاری از متهمین اعلام میکنن به دادگاه که این اقرارها ناشی از آزادی اراده نبوده. اما باز هم عرض میکنم متاسفانه دادگاه ها به این اقاریر اهمیت میدن و قانون رو نادیده میگیرن. بله خانم صدر، چرا این کار رو میکنند؟ ما میدونیم که وقتی حرف از اعتراف اجباری میشه واکنش های تند زیادی هم برمیانگیزه. من فکر میکنم که اگر از زاویه مسئولان جمهوری اسلامی که هم چنان با وجود همه افشاگری ها در مورد اینکه این گونه اقرارها و اعتراف ها اجباری تحت شکنجه گرفته شده باز هم به این کار ادامه میدن نگاه بکنیم، میبینیم که بخشی از این رویه به دلیل اینه که مصرف داخلی داره. مثلا در همین مورد خاص وقتی ما میبینیم که فشار داخلی وجود داره در جامعه دانشگاهی، قابل باور نیست اتهاماتی که علیه این دانشجویان نخبه وارد شده و کسانی که اونها رو میشناختن و در تمام این سالها اینها به هر صورت سرمایه اجتماعی برای خودشون جمع کردن به عنوان دانشجویانی که اینقدر موفق بودن، و حالا این اتهامات باور کردنی نیست و باید برای اینکه این مصرف داخلی اجرا بشه و باور کردنی بشه چنین نمایشاتی ترتیب داده بشه. بخشی از اون هم برای ساخته و پرداخته کردن اسناد و مدارک برای پرونده هایی که بعد با احکام سنگین مواجه میشن، چون به یک باره باور اینکه چنین اتهاماتی علیه این افراد وجود داشته باشه سخته، اما آروم آروم بر اساس یک روانشناسی اجتماعی در واقع جامعه را آماده میکنن که بپذیره که اینها اعمال غیرقابل باوری انجام دادن و حقشون هست که مجازات های سنگین بگیرن. آقای آقاسی، این افراد هر حرفی که بزنن ممکنه در دادگاه علیهشون استفاده بشه، دادرسی در حال انجام، اصلا چنین چیزی در سیستم های حقوقی مدرن دنیا قابل دفاع هست؟ اصلا تحمل میشه؟ نه تنها در واقع سیستم های حقوقی مترقی قابل دفاع نیست، بلکه حتی در ارتباط با قانون آیین دادرسی کیفری ما هم قابل دفاع نیست. اقاریری که در خلوت و بدون حضور وکیل در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که بلافاصله باید به متهم
اعلام بشه که شما حق داری وکیلی رو در اختیار داشته باشی. عدم اطلاع این مطلب در صورت جلسه و به متهم از مواردی هستش که اون قاضی رو مشمول مجازات درجه 8 میکنه، یعنی 6 ماه تا 1 سال انفصال. اما متاسفانه توجه نمی کنند. در قانون هم همطور که عرض کردم باز پیش بینی شده که اگر متهم عقاریدی که قبل از جلسه دادگاه، نه در بازپرسی یا در مرحله تحقیقات، در جلسه دادگاه وقتی که تشکیل میشه قاضی ازش میپرسه که آیا این اقرارت رو قبول داری؟ این از سوالات مرسوم و قانونی هستش. متهم معمولا در این موارد میگه نه قبول ندارم. مکلف قاضی چنانچه اقرار خودش رو انکار کرد و دلایل دیگری در پرونده وجود نداشت بر توجه اتهام، رأی براءت چنین متهمی رو صادر بکنه. من مکرر دیدم یا شاهد بودم یا شنیدم از منابع موثق یا همکارانم که متهمشون یا موکلشون در دادگاه انکار کرده. نشونه بارز و روشنش که همه جا پخش شد خانم نیلوفر بیانی بود که فریاد زد و اعلام کرد که عقاریر به زور شکنجه و یا فشار از من گرفته شده و اقراری نکرد اما دادگاه نپذیرفت. در این مورد هم جواب سوال شما اینه که حتی بر اساس مقررات قانونی خود ما هم چنانچه دادگاه به این عقاریر ترتیب اثر بده رأی او قابل نقضه. بله، 3 ماه است که این افراد زندانی هستن. خانم صدر اشاره کردید که شاید نوعی زمینه سازیه. میشه از قرائن فهمید که چیکار میخوان با این متهمان بکنن؟ آیا منتظر 2 حکم سنگین دیگه خواهیم بود از نوع احکامی که در روزهای گذشته اعتراضهایی در سرتاسر جهان برانگیخت؟ بله، من قبل از اینکه به سوال شما بپردازم یه نکته رو باید اشاره کنم که خیلی خیلی مهمه و با تاثیر خواهد گذاشت در سرنوشت این پرونده، و اون اینه که نباید از یاد ببریم که هم با توجه به تاریخی که جمهوری اسلامی داره در گرفتن اعترافات اجباری و پخش اون یا اجرای نمایشی اونها در محل کار یا محل‌هایی مثل همین دادسرا و غیره، و هم از اینکه از نظر مقررات بین‌المللی تا زمانی که یک شخصی در زندان هست و در تحت کنترل بازجو و مقامات قضایی هست، هر کلمه‌ای که از دهنش بیرون میاد رو نباید فکر کرد که این حقیقت داره و باید برعکس فکر کرد که رضایت آگاهانه پشت این کلمات و پشت این حرفا وجود نداره و بنابراین نمیتونه به عنوان مدرک و شهادت قابل قبول ارائه بشه. این یه نکته است. و نکته دیگه اینه که چنین جلساتی، برگزاری چنین جلساتی از این دست که در گزارش شما بهش اشاره شد، یک نوع شکنجه و فشار مضاعف هست برای این افراد، به دلیل اینکه مجبور میشن تو اون شرایط کنترل شده، همونطور که تو گزارش ها اومده، دوباره چیزهایی رو که بازجو ازشون خواسته تکرار کنن. هر دوی اینها مواردی هست که باید نسبت بهش اطلاع رسانی بشه. فعالان حقوق بشر، وکلای این افراد، خانواده‌شون باید بارها و بارها پافشاری کنن که این نوع جلسات در واقع ما رو داره میرسونه به سمتی که ممکنه احکام بسیار شدیدی برای این افراد صادر بشه. و همه کسانی که در این روند سهیمن، حتی مسئولان تشکل‌های دانشجویی، اساتید دانشگاه که در اون جلسه حضور یافتن، به نوعی مقصر هستن در این شکنجه و فشار مضاعف بر این دانشجویان. و بنابراین کاری که ما باید بکنیم اینه که از نظر هم از نظر بین‌المللی و هم از نظر داخلی چنان فشاری بیاریم به دستگاه قضایی که مجبور بشه که یک روند دادرسی عادلانه رو پی بگیره و حق این افراد برای داشتن دفاع رو به رسمیت بشناسه تا شاهد احکام شدید و سنگین نباشه. آقای قاسی، شما گفتید که به نظر میاد قانون در اینجا رعایت نشده، حتی قوانین داخلی. آیا به خاطر اینکه پرونده از مسیر خودش خارج شده، روال قانونی رو طی نمی‌کنه، میشه اون رو متوقف کرد، میشه اعتراض کرد و همه چیز رو از سر گرفت؟ اگر آقای رئیس قوه قضاییه که داره این نشانه ها رو و سیگنال ها رو میفرسته که من دارم با برخی بی قانونی ها مقابله میکنم، در اینجا دخالت بکنه، طبیعتاً باید ضابطین تغییر کنن و باید حتی بازپرس شعبه هم اگر که واقعا به اینها ترتیب اثر میده یا اجازه میده که این فشارها بر این افراد وارد بشه، تغییر بده و به شعبه دیگه ای پرونده ارجاع بشه. ما نمونه مشابهش داشتیم که من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، اما شاید برخی تصور بکنن که دلایلی وجود داره در پرونده که حکایت از انجام و ارتکاب این اعمالی که
سخنگوی محترم قوه قضاییه عنوان کرده توسط این دو عزیز رخ داده. من این رو نمیتونم بپذیرم به عنوان وکیل این گونه پرونده ها، چرا که اگر واقعا این انفجارها و این احتراقها در گذشته دور به ترتیب انجام شده بود و نیروها و ضابطین مطلع شده بودن که اینها انجام دادن، باید هر چه زودتر اینا دستگیر میشدن و یا به هر حال در همون موقع اعلام میشد. اولا ما هیچ جا به خاطر ندارم که این موارد متعدد انفجارها را اعلام کرده باشن. ثانیا نشون میده که اینها را به صورت اقرار از اینها گرفتن و الان عنوان کردن در پرونده. من عرض میکنم، تاکید میکنم که این اقرار معتبر نیست و قانون اون رو به رسمیت نمیشناسه، اما دادگاه ها بر اساس اون معمولا عمل میکنن. بسیار خب. خانم سعد، شما اشاره کردید که فعالان حقوق بشر باید کاری بکنن. منظورتون چه نوع کاری است؟ آیا از همین نمونه‌ای که در روزهای اخیر دیدیم؟ دقیقا همین بحث اعترافات اجباری و پررنگ کردن اون در فضای بین‌المللی یکی از کارهایی که فعالان حقوق بشر باید بکنن و همینطور از نظر داخلی آگاهی رسانی کنن که مردم باور نکنن چیزهایی رو که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه یا در جلساتی اونگونه که توصیف شد با این دانشجویان یا متهمان دیگه برگزار میشه. از دو جهت ببینید، مسئله اعترافات اجباری و پخش اونها که خودش یک نوع شکنجه مداوم هست، از نظر بین‌المللی آگاهی زیادی راجبش نیست. فقط در ایران، چین، ویتنام و کره شمالی که اعترافات اجباری به این شکل سیستماتیک و گسترده پخش میشه. بنابراین مهمه و وظیفه تک تک ماست که در این مورد اطلاع رسانی کنیم و از کشورهای دیگه بخوایم که فشار بیارن به جمهوری اسلامی تا این نوع شکنجه و آزار رو متوقف کنن. از طرفی باید بپرسیم و از افکارمون بخوایم بپرسیم که آن را که حساب باکس از محاسبه چه باکس. اگر جمهوری اسلامی اسناد و مدارکی علیه متهمان سیاسی داره، چرا اجازه نمیده در دادگاه‌های علنی و با حضور وکیل محاکمه بشن تا همه بتونن قضاوت کنن که واقعا آیا این اتهاماتی که زده میشه راسته یا فقط اتهاماتی ساختگی است برای ساخته و پرداخته کردن روایت های حکومت علیه گروه های سیاسی مخالف. خانم صد به نکته خوبی اشاره میکنن. آقای آقاسی، وقتی به سایت میزان آدم مراجعه میکنه کلی سند هست، مثلا راجع به پرونده اکبر طبری یک عالمه ویدیو گذاشتن، اسناد متعددی رو کپیش رو منتشر کردن. آقای اسماعیلی اتهام‌های سنگینی رو متوجه افراد میکنه ولی چیزی ارائه نشده. آیا اصلا میتونه حرفش رو پس بگیره اگر این دادرسی به جایی برسه که این اتهام‌ها پایه و اساس درستی نداشته؟ طبیعتاً اگر دادگاه یک دادگاه کاملاً بی‌طرف و نه دادگاه‌های خاص برای این افراد تشکیل بشه و رسیدگی هم واقعاً به قول خانم صد رسیدگی علنی باشه با حضور خبرنگاران واقعی و با حضور وکرای انتخابی این افراد و اجازه انتشار این مطالب و جریانات دادگاه مثل اونچه که برای آقای طبری عمل میشه پخش بشه، من مطمئنم که اینها این اتهاماتی که بهشون نسبت داده شده ثابت نخواهد شد و باید براشون براحت صادر بشه. و طبیعتاً سخنگوی قوه قضاییه که من قبلا هم نقل کردم که ایشون شخصا اطلاعات حضوری از موضوع نداره، بلکه اطلاعاتی هستش که همین ضابطین و یا مقاماتی که دارن رسیدگی میکنن به پرونده به ایشون منتقل میکنن. طبیعتاً اظهارات ایشون چندان یکون خواهد شد. خانم صدر، منظورتون وقتی که گفتید باید پیگیری صورت بگیره مثلا از کشورهای دیگه نام بردید، اینه که مطالبات حقوق بشری هم الان بیاد در رأس خواسته ها قرار بگیره، در بالای فهرست باشه در کنار مسائل سیاسی که این روزها به دلیل اونها حکومت بسیار تحت فشاره؟ قطعا همینطوره. یکی از خواسته های ما همیشه توی همه این سالها این بوده که مطالبات و مسئله نقض حقوق بشر زیر سایه مذاکرات سیاسی در مورد موضوعات مختلف یا موضوعاتی مثل تروریسم، تحولات منطقه‌ای و غیره قرار نگیره، به دلیل اینکه اون چیزی که مردم ایران دارن ازش رنج میبرن نقض گسترده و روزانه حقوق بشر هست و همینطور که الان میبینیم یک صدا میلیون ها دارن فریاد میزنن که اعدام نکنید و اعدام نکنید شامل همه کسانی میشه که بسیاری از اونها با همین اعترافات اجباری مدرک و سند علیهشون ساخته شده و در دادگاه های غیر عادلانه، غیر علنی و بدون حضور وکیل محاکمه شدن و به پای چوبه های دار رفتن. برامر این یک مطالبه ملی است، اما باید تبدیل به یک مطالبه بین المللی بشه و با فشار سیاسی که به جمهوری اسلامی میاد این روند مدام نقض حقوق بشر متوقف بشه. بسیار ممنونم از شادی صدر فعال حقوق بشر و محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری.
سخنگوی دولت ایران در واکنش به مخالفت وسیع کاربران شبکه‌های اجتماعی با اعدام‌ها در این کشور گفته که باید به خواست افکار عمومی احترام گذاشت. این اولین واکنش مقام‌های بلندپایه ایران به استفاده وسیع ایرانیان و دیگران از هشتگ اعدام نکنید است که تا امروز حدود 11 میلیون بار از آن استفاده شده. وزارت خارجه فرانسه هم دیروز به جمع محکوم کنندگان حکم اعدام 3 جوان ایرانی پیوست که در پی شرکت در اعتراضات آبان ماه پارسال دستگیر شده بودند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. هشتگ اعدام نکنید تا این ساعت حدود 11 میلیون بار استفاده شده از سوی کاربران ایرانی و غیر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی. یک موج عظیم و کم سابقه انزجار و مخالفت با اعدام‌ها در ایران و به خصوص به حکم اعدام این 3 جوان که در نارامی‌های آبان ماه گذشته دستگیر شده بودند. حالا بعد از چند روز واکنشی از سخنگوی دولت، اولین واکنش مقام‌های بلندپایه ایران به این قیام جهانی در شبکه‌های مجازی. علی ربیعی در مقاله‌ای که در صفحه اول روزنامه ایران منتشر شده از نگرانیش نوشته. او گفته برای جامعه امکان بروز تحرکات اجتماعی و انتقال ناآرامی‌های ذهنی به ناآرامی‌های فیزیکی را کاملا متصورم. او گفته آنچه که در دنیای مجازی عنوان شده یک خواست طبیعی افکار عمومی است و به اعتقاد من باید به آن احترام گذاشت. و اضافه کرده تلاش مدنی شهروندان برای شنیده شدن و پاسخ حاکمان برای شنیدن صدای بی پیرایه مردم از مهمترین دارایی های ماست که ارزش پاسداری و مباهات دارد. مقام های دیگر ایران تا کنون سکوت کردند، اما روزنامه ها به خصوص روزنامه های اصلاح طلب صدای مردم را ظاهراً شنیدند و میگویند دستگاه قضایی باید دست نگه دارد. روزنامه شرق توپ را حالا در زمین رئیس قوه قضاییه می‌بیند و می‌گوید مردم در انتظار تصمیم او هستند برای لغو حکم و اعاده دادرسی. هفته صبح ماده 477 را تیتر کرده، همان ماده‌ای که به رئیس قوه قضاییه اجازه می‌دهد در صورت ضرورت حکم دیوان را تعلیق کند و خواهان محاکمه مجدد شود. صبح امروز اظهار امیدواری کرده که حکم به زودی تغییر پیدا کند، چیزی که از نظر قانونی ممکن است. همان پیامی که روزنامه سازندگی دارد و میگوید حکم اعدام دیوان عالی را می شود تغییر داد و این جوانان را از مرگ نجات داد. فرهیختگان که حالا خط اصولگرایان را دنبال می کند میگوید حکم های اعدام پاس گل به کاسبان اعدام است. اشاره به نهادها و کسانی که در داخل از اعدام ها نفع می برند و در خارج از شهرت بدی که اعدام ها برای ایران ایجاد می کند. روزنامه اعتماد امروز به توییت دونالد ترامپ اشاره کرد. توییتی که او به زبان فارسی و با استفاده از هشتگ اعدام نکنید نوشته. او گفته اعدام این 3 نفر پیام اسفناکی به دنیا میفرستد و نباید انجام شود. روزنامه اعتماد با زبانی مبهم و پرپیچ و خم نوشته که مبادا آنها را به خاطر لجبازی با رئیس جمهوری آمریکا اعدام کنید. استفاده از هشتگ اعدام نکنید در توییتر تقریبا ظهر روز سه‌شنبه شروع شد و شب هنگام به اوجش رسید. میلیون ها نفر از آن استفاده کردند و از جمله شخصیت های سیاسی در گوش و کنار دنیا. واکنش سخنگوی دولت و روزنامه های ایران نشان می دهد که حاکمان ایران صدای مردم را دست کم شنیدند. کسرا ناجی، بی بی سی. مسعود باستانی روزنامه‌نگار از تهران با ماست و باز هم از همین شهر حمید آصفی فعال سیاسی. سال اول رضا آقای باستانی می‌پرسم، به نظر شما آقای باستانی کمپین‌های فضای مجازی در بدنه حاکمیت رخنه ایجاد کرده؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، واقعیت اینه که برخلاف اون تئوری که اعتقاد داشتن که فضای مجازی مجازی است و نمیتونه در واقع توی ساخت حاکمیت و بافت اصلی حاکمیت در ایران و تصمیم گیری های سیاسی یا تصمیم گیری های حاکمیتی اثر بذاره، واقعیت اینه که الان نشون داده که با گسترش شبکه های اجتماعی و با گسترش فضای تکنولوژی که توی دنیا به وجود اومده در جهت گردش آزاد اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات، دولت ها و دولت ایران هم به تبع سایر دولت ها تونستند این تبعیت رو از افکار عمومی بگیرند یا از افکار عمومی به عبارتی از خاص و
مطالبه کلی افکار عمومی تبعیت بکنند برای اینکه مطابق با آن چیزی که در فضای مجازی مطرح میشه تصمیم گیری های حقیقی عینی و واقعی بکنند. این مسئله جدید هم نیست. ببینید به خصوص پس از روی کار آمدن دولت روحانی که حالا به حال یه دولت چه افراد هم نظر و یا چه منتقد ایشون باشن، بارها دیده شده که فعالین سیاسی، منتقدین، مخالفین یا حتی همفکران این دولت تونستن با تأکید خودشون و با ما فضاسازی و ابراز مطالبهشون در فضای مجازی یک تصمیمی رو حداقل تا سطح ریاست جمهوری به گوش رئیس جمهور برسونند و اون مطالبه شنیده بشه. این که اون مطالبه چقدر تونسته تحقق در واقع محقق شده و چقدر حاکمان ایران مطابق با نظر مردم اون مطالبه رو در واقع بهش جلوه عملی دادن بحث دیگری است. آقای آصفی، حمایت خارجی از این کمپین ها حکومت رو به کدوم طرف از نظر شما سوق میده؟ مدارا یا سختگیری بیشتر؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. از نظر بنده بحث حقوق بشر و بحث اینکه سوء قصد جان انسان‌ها یک امر جدید و جهانی و مدرنه و خود حقوق بین‌المللی مدنی رو اولین بار رژیم خود شاه امضا کرد و جمهوری اسلامی مؤید به اینه، یعنی هر گونه آیین دادرسی غیر عادلانه و غیر شفاف معادل ترور و حسب فیزیکی انسان ها به حساب میاد. لذا هر گونه حمایت جهانی چه در سطوح سازمان های حقوق بشری و چه در سطوح افکار عمومی و چه در سطوح حتی دولت ها از نظر بنده هیچ ایرادی نداره. به دلیل اینکه همینجوری که ما در برابر کشته شدن یک سیاه‌پوست در امریکا رهبر نظام به راحتی بلند میشه و موضع خودش رو میگیره، یا مخالفینی که در عربستان کشته میشن یا اعدام میشن موضع میگیرن، این حق رو میدن. این حق رو هم باید داد که در امر حقوق بشر ما نیت سنجی نباید بکنیم و و اینکه الان حکومت به صرف اینکه بخواد بیاد حالا یک واکنشی نشون بده فقط بخاطر اینکه روی آقای ترامپ رو کم بکنه، اینکه دیگه کمال به اصطلاح چیز دیگه، یعنی عملا از پرنسپ های حکمرانی مدرن آقای آصفی، این که باید چه کار بکنن یا نکنن یک بحثی است و اینی که از رفتارشناسی اونها چه برداشتی میشه کرد حرف دیگریه. این حمایت مثلا از طرف آقای ترامپ کار رو برای جمهوری اسلامی آسان‌تر میکنه برای اعدام این افراد یا سخت‌تر؟ به نظر من که به عنوان یک آدم ملی و یک آدمی که از منافع ملی به موضوعات نگاه میکنم، من میگم مثلا این مسئله نباید تأثیری در اصل تصمیم گیری حاکمیت داشته باشه. اگر بخواد دست تأثیر بذاره، این دیگه ضعف عمده خود سیستم قضایی و سیاسی اوکراینی جمهوری اسلامیه. این که حالا بتواند تأثیر سو بذارد، خب تنها که ترامپ که نبوده، نزدیک این ترند جهانی شده، 11 میلیون نفر آمدن و اعلام کردن که طوری که حتی سخنگوی دولت هم میاد میگه که بله مردم حاکمیت داد پیام مردم رو بچینه ببینه، ولی از اون برم میگه که خب بخشی هم تو این هشتگ ها هم اینا ضد انقلاب و منافق هستن و بیرزاده دو پرو میاد صحبت میکنه آقای ربی. ولی به هر حال همینجوری که آقای باستانی مطرح کردن، این به اصطلاح این هشتگ این به معنی ترند جهانی و فضای مجازی کار خودش رو کرده. تو آقای باستانی، آقای آصفی اشاره کردن به نتیجه گیری حرف شما. خب حالا حاکمیت به نظر شما در چه موقعیتیه؟ انجام بده ممکنه که خب باعث خدشه‌دار شدن افکار عمومی بشه، خودش کلی پیامد داشته باشه. اگر این کار رو نکنه ممکنه که گویا کوتاه آمدن تلقی بشه در جایی که بعضی از سران کشورهای خارجی و کشورهایی که از نظر جمهوری اسلامی دشمن تلقی میشه ازش حمایت کردن. فکر میکنی که در چنین شرایطی چیکار میتونه بکنه؟ ببینید مسئله ملی ما، حتی آصفی هم گفتن مسئله ملی ما شهروندانه. ما شهروندان ایرانی بر اساس اون میثاق کلانی که داریم تو قانون اساسی و بر اساس اون میثاق جهانی که منشور در واقع منشور حقوق بشر هست به یک توافقی رسیدیم و در الان چه موافق چه منتقدین و چه مخالفین این مجموعه ای که الان در ایران به صورت حاکمیت در ترکیب حاکمیت وجود دارن، داریم تو این نظم کنونی زندگی میکنیم و تو این نظم کنونی فعلا حیات داریم. اما یک اتفاق مهمی که هست این است که
در واقع صدور حکم اعدام برای این سه جوان در واقع مظلومی که در جنوب شهر ساکن بودن و از جوانان مظلومی بودن که ممکنه خیلی هم در مظلومی باشند، اولین حکم اعدام نیست و این اولین اعدامی نیست که در ایران انجام میشه. سالیان سالی که داره در واقع نهادهای حقوق بشری، فعالین حقوق بشر در داخل ایران، روشنفکران و روزنامه نگاران، اکتیویست های مختلف دارن در زمینه لغو مجازات اعدام فعالیت میکنن و سالیان سال، شاید از سال 57 که 57 58 که بر سر حتی مجازات قصاص در ایران یک دیالوگی بین موافقین و منتقدین مجازات اعدام برقراره که حتی این مجازات رو باید با چه روی کردی بهش نگاه کرد. این افراد اولین کسانی نیستن که اعدام میشن، اما اتفاقی که خدای نکرده میخواد براشون حکم اعدام صادر بشه و من امیدوارم با این هشتگ این اتفاق نیفته، اما رخدادی که در پی هشتگ اعدام نکنید افتاده این است که برای اولین بار به صورت عمومی توجه جامعه ایران و سطوح مختلف جامعه ایران، نه فقط لایه نخبگان و لایه انتلکتوئلش، بلکه تو لایه های عامیانه همه توجهشون به این هشتگ جلب شده و اتفاقا حرکت این هشتگ، یعنی این مطالبه از توییتر به اینستاگرام که یکی از پرمخاطب ترین اپلیکیشن های در واقع معمول و استفاده شده در ایران هست، این باعث شده که خیلی افراد کف جامعه و افراد دیگری که درگیر فضاها یا مباحث ریز سیاسی نیستن، درگیر بحث های روشنفکرانه نیستن یا مسائل خیلی سیاسی به صورت خیلی جدی پیگیری نمی‌کنن، اینها هم وارد موضوع بشن و پیوستن اینها به این نهضت توییتری و اومدن اینها در واقع در خیابان‌های مجازی، خیابان‌های جامعه مجازی، باعث شده که این عین یک اتحاد بزرگ ملی جلوه کنه و این اتحاد بزرگ ملی رو ما به دو صورت میتونیم باش برخورد داشته باشیم، یا بیایم نفیش کنیم که در واقع منجر به حذف خود ما میشه، یا اینکه بیایم با توافق و با دیالوگ به یک توافق ملی برسیم. آن چیزی که میتواند این توافق ملی رو کمک بکنه همراستایی ما با در واقع موازین جهانی حقوق بشری است. یعنی ما حرف من این است که سازمان های بین المللی حقوق بشری و همراهی ما، هماهنگی قوانین ما با منشور جهانی حقوق بشر باعث میشه که ما هم یک عضوی از جامعه جهانی. بسیار خوب آقای آصفی، من از حرفای آقای باستانی و همینطور شما این رو میفهمم که گویا یک گفتمان حتی در سطوح پایین جامعه شکل گرفته علیه مجازات اعدام. خب در این صورت اگر حاکمیت بیاد و این کار رو بکنه چه خواهد شد؟ خب ببینید، اولا این نهضتی که الان راه افتاده به اعتقاد بنده که یک ادامه همون جنبش آبان ماست و اینکه زنده است جامعه، چون جوانها در رابطه با اون جنبش دستگیر شدن و قطعا این فضای مجازی به یک روزی به یک فضای عینی هم تبدیل می شود. ولی اگر حکومت بخواهد فقط موردی بخواد با این قضیه برخورد بکند، من برای یک نفرم باشه تایید میکنم، اما اگر نه بخواییم این رو ما تبدیل به یک رویه بکنیم، ما در خود تشکل لگام که سرکوبش کردن و خانم نرگس محمدی هم عضو بوده و بخاطر این حکم گرفته و اجازه فعالیت دیگه به ما ندادن، ما دنبال همین مسئله اصلا لغو کامل اعدام درباره همه مسائل بودیم، چه سیاسی، چه امنیتی، چه مواد مخدر، در همه مسئله گفتن اعدام باید لغو بشه. بنابراین اگر حکومت فقط در رابطه با این قضیه بخواد عقب نشینی میکنه، ضمن استقبال و ضمن خوشحالی، ولی مبارزه برای لغو گام به گام اعدام و لغو کامل اعدام به نظر من در جامعه مدنی با این نهضتی که در فضای مجازی رخ داده و با این رویه غیر عادلانه دادرسی که حتی وکلای پرونده میگفتن ما دو هفته پیش بعد از اینکه حکم اعدام تایید شد در دیوان عالی کشور به ما اجازه مطالعه پرونده دادن، یعنی یک سوء قصد کامل به جان انسان، چیزی که در قوانین حقوق بین المللی مدنی در دوره شما ما امضا کردیم. بنابراین این مسئله میتواند سرآغازی باشد برای اینکه ما بتوانیم جامعه مدنی ایران بتواند حکومت رو وادار به این بکنه که این قانون ضد انسانی و ظالمانه اعدام رو از دستگاه قضایی و سیستم مجازاتی خودش بتونه حذف کنه. آقای باستانی، الان دو جوان دیگه هم در معرض فشار هستن، امیر حسین مرادی، علی یونسی که دربارهشون گزارش داشتیم. شما هم آنچه که الان رخ داده، این گفتمانی که شکل گرفته رو از دستاوردهای یا حالا از پیامدهای آنچه که در آبان رخ داد میدونید؟
ببینید آن من یه بار دیگه که با خود جناب عالی داشتم راجع به آبان ماه صحبت می‌کردم، تو مسابقه قبلی هم گفتم که برای جامعه ایرانی که تعبیر ما براش در حال حاضر وضعیت جامعه ایرانی، وضعیت جامعه جنبشی هست، هر اتفاقی میتواند منجر به یک جنبش بشه و حالا اومدن فضای تکنولوژی و اومدن در واقع اسمارت فون ها در ایران، جامعه ایران رو تبدیل به یک جامعه شبکه‌ای کرده و بخشی از این جنبش ابتدا در جامعه شبکه‌ای شکل میگیره، در واقع توافق عمومی میشه، دیالوگ ها در جامعه شبکه‌ای صورت میگیره، هر اتفاقی میتواند منجر به یک جنبش جدید بشه و انباشت مطالبات به هم از جمله مطالبات انجام نشده میتواند تمام این جنبش ها رو چه به صورت تاریخی و چه به صورت طبقه بندی مطالباتی به هم پیوند بزنه. سیر تاریخی جنبش آبان و سیر تاریخی مطالبات دی 96، جنبش آبان و و و بقیه جنبش هایی که احتمال داره شکل بگیره و حتی بعضی هم پیش بینی میکنن به گونه ای است که امروز هم توی مطالعاتی که درباره جنبش آبان ما انجام شده و کتاب اخیری که در تحت عنوان گزارش آبان چاپ شده، این رو یک ترم جدیدی بین جنبش و شورش تعریف کردن. ولی نکته این است که نکته اصلی که میخوام خدمت شما بگم این است که برخورد با این دو جوان ها یا اتفاقا اعلام یا تهدید به اعدام، این در واقع صدور مجازات اعدام برای این گونه جوان ها رو من به خوبی میفهمم و به خوبی هم در واقع اون تلخی که بر ذهن و روان و فشار داخلی، فشاری که بر داخل خود زندانی که زیر حکم اعدام هست رو با تمام وجودم در دورانی که زندان بودم و در کنار کسانی بودم که حکم اعدام رو داشتن و زیر مجازات اعدام بودن درک کردم. اول میخوام به نکته اولم اشاره کنم که بحث در واقع ایجاد ترس هست برای پیشگیری از جنبش های بعدی یا در واقع اعتراضات بعدی، به این عنوان که وقتی شما میایید حکم اعدام این افراد رو صادر میکنین، خیلی از افرادی که میخوان بیان و اعتراضا رو انجام بدن با کوچکترین اعتراض این شایبه به وجود میاد که میتواند براشون حکم اعدام صادر بشه، کما اینکه امروز دستگاه قضایی اومده در ظاهر پرونده این افراد آبان ماه رو حذف کرده و بهشون اتهام سرقت مسلحانه با سلاح سرد داده. من یه سوال دارم، آیا همه کسانی که با یک چاقو یا با یک سلاح سرد احیانا اقدام به سرقت میکنند رو اعدام میکنند؟ این معلوم میشه که این یک حکم دیگری است. بعد نکته بعد وقتمون خیلی کمه، اگه خلاصه بفرمایید ممنون میشم. بله، یک تعداد زیادی ویدیو یا سند منتشر شده تحت عنوان دستگیر شدگان سرشبکه‌های آبان ماه یا افرادی که تو آبان ماه به هر حال به عنوان لیدر مطرح شدن، حتی اعترافاتشون پخش شده. بسه. ولی هنوز هیچ خبری از پرونده اونها هم نیست و این خطر برای اونها هم احتمالش وجود داره. آقای آصفی وقتمون خیلی کمه، شما گفتید که این به این شکل اگر این افراد اعدام بشند به معنای این است که بیگناه کشته شدند، حذف فیزیکی صورت گرفته بر اساس قوانین بین الملل. آیا اگر این کار صورت بگیره افرادی که مرتکب میشن قابل پیگردند؟ قطعا میتونه. الان کارزاری که به هر حال به سری از نیروهای مخالفین جمهوری اسلامی یا اپوزیسیونی که به هر حال دنبال همین کمپین دفاع از زندانیان سیاسی هستند و دارن پیگیری میکنن، یا این بازداشت آقای حمید نوری که الان در سوئد اتفاق افتاده و این اتفاق اگر اون دو دادگاه به یک جایی برسه قطعا با یک مشکل جدی بین المللی جمهوری اسلامی مواجه میشه و من تردید ندارم که این یک زمانی و یک روزی باید این مسئله برای همیشه حل بشود. نکته ای هم که میخوام اینجا عرض کنم خدمتتون اینه که الان فضای مجازی به داد ما رسیده. در دهه 60 که دوره چپکشی مذهبی، چپکشی سکولار بود، میلیون رو میکشتن، چه فریادی، چه تریبونی وجود داشت؟ الان میگن همین فضای مجازی اینها دارن بازخورد جهانی و بین المللی پیدا میکنن و داخلی پیدا میکنن. اما یادمان نرود که ما جمهوری اسلامی میتواند اینترنت رو قطع کنه، موبایل رو قطع کنه، حتی برق هم قطع کنه اگر این جنبش فضای مجازی تبدیل به یک جنبش عینی بشه. ولی قطعا زیرساختهای یک جنبش عینی و بزرگ رو ما دودش رو در جامعه میبینیم. سپاسگزارم از حمید آصفی فعال سیاسی و مسعود باستانی روزنامه‌نگار، هر دوی آقایان از تهران با ما.
با شروع هفته در ایران قیمت دلار در بازار آزاد از 25 هزار تومان فراتر رفت. به نظر می رسد روند صعودی بهای ارز در ایران از آغاز سال جاری با کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی دولت شروع شده و دوباره شتاب گرفته. اما این روند تا کی و تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در این زمینه گزارش داریم از ریحانه مظاهری. آغاز یک هفته جدید و باز هم مهمترین خبر افزایش قیمت ارز در بازار است. قیمت دلار تنها در یک هفته با حدود 1400 تومان افزایش به بیش از 25 هزار تومان رسیده. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در هفته‌های گذشته و همزمان با رشد قیمت ارز گفته بود این امری موقتی است و دولت تصمیمی برای دخالت در این بازار و تنظیم آن ندارد. نقصان در ارز نسبت به تقاضا اتفاق افتاد و این موجب نوسانات کوتاه مدتی شد. اما حالا با گذشت چند هفته به نظر می‌رسد افسار بازار ارز از دست دولت هم در رفته و هیچ کس توان مقابله با افزایش قیمت دلار را ندارد. الان شاهد افزایش تدریجی قیمت ارزیم. اگر این مردم هجوم ببرن به بازار ارز و نقدینگی‌های خودشون رو بخشیش رو بخواد تبدیل به ارز بکنند و بازار رفتار به سابق داشته باشه، احتمالاً می‌تونیم انتظار داشته باشیم قیمت ارز تا 3 برابر افزایش پیدا بکنه اگر رفتارهای گذشته خودش تکرار بکنه. در یک ماه گذشته قیمت دلار بیش از 7000 تومان رشد داشته و مقایسه قیمت‌ها نسبت به سال قبل در همین موقع نشان می‌دهد که دلار 12650 تومانی حالا تقریباً در عرض یک سال 2 برابر شده. شیوع کرونا در کنار تحریم‌های آمریکا و کاهش صادرات نفت و عدم بازگشت میلیاردها دلار ارز خارج شده توسط صادرکنندگان همه کاهش منابع ارزی دولت را سبب شده. آمار بانک مرکزی ایران هم در مقابل از رشد نقدینگی در ماه‌های اول سال 99 خورشیدی حکایت دارد. این یعنی دولت اقدام به چاپ اسکناس کرده تا بتواند کمبودهای ناشی از درآمد ارزیش را حل کند. اما همه این اسکناس‌ها به جای وارد شدن به بخش تولید، وارد بازار ارز و بورس شده و در نهایت این وضعیت را رقم زده. رشد قیمت دلار در 4 ماه نخست امسال همزمان با رشد بی سابقه و ثبت رکودهای عجیب در بازار بورس موضوعی است که سبب شده تا بسیاری از سرمایه گذاران یا صاحبان مراکز تولیدی برای درآمدزایی به این روش ها روی آورند و کارهای تولیدی کم و بیش رو به تعطیلی رفته. اگر رکودی که ما به خاطر کرونا ادامه پیدا بکنه به این معنا که ما امکان تجارت رو بخش جامعه دست بده و منابع درآمدی برای اشتغال همه عبارتی افرادی که دارن کار میکنن شغل هستن منابع درآمدی نداشته باشن و توان خرید تقاضای مؤثر در اقتصاد وجود نداشته باشه که نمیدونید تو چه ادامه پیدا میکنه، به نظر میرسه که ما با یک تجربه بسیار بسیار جدیدی روبرو هستیم و بخش قابل توجهی از تولید و تجارت، نه تنها تولید بلکه تجارت هم لطمه میخوره و احتمالاً یک چیزی مثل شرایط ونزوئلا داشته باشه با تورم بسیار بسیار بالا. از رشد قیمت‌ها در بورس و بازار ارز آنچه برای مردم عادی ملموس است گرانی روزافزون کالاهای اساسی و مصرفی در کنار افت بیش از پیش ارزش پول ملی است. در مقابل هم دولتی است که همواره مردم را به صبر و تحمل تشویق می‌کند و وعده گذر از این دوران سخت را می‌دهد، دورانی که در سفره‌های کوچک شده بسیاری از این خانواده‌ها کاملاً مشهود است. ریحانه مظاهری، بی بی سی. رئیس جمهوری ایران میگوید تاکنون 25 میلیون نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. حسن روحانی همچنین با استناد به یک گزارش وزارت بهداشت گفته که 30 تا 35 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا هستند. او پیش بینی کرده با توجه به موج دوم کرونا شمار بستری شدگان به حدود 2 برابر آمار فعلی برسد که بیش از 200 هزار نفر اعلام شده. دکتر مازیار صدری فوق تخصص ICU از لندن مواسه. های دکتر، همین حالا در سراسر دنیا حدود 14 میلیون نفر مبتلا هستند. چطور در ایران به این عدد تخمینی 25 میلیون رسیدن؟ سلام، درود خدمت شما. حضورتون عرض کنم من اساس این که چطور به این رقم رسیدن رو نمیدونم، ولی از نظر بنده، از نظر علمی و بررسی هایی که بشه کرد شاید نشه چنین تخمینی رو انجام داد. ما میدونیم حتی اگر ما بخوایم بر اساس تست هایی که وجود داره در دسترس بخوایم این شیوع بیماری رو تخمین بزنیم،
خیلی کار سختی است و مطالعات بسیار زیادی لازم هست برای این. و من در جریان مطالعه که چاپ شده باشه از جامعه ایران که نشون دهنده شیوع دقیق بیماری در ایران باشه، من تا با چیزی ندیدم و در جریان نیستم و واقعا نمیدونم این رقم از کجا آمده. من به نظرم قابل انجام نیست و قابل اندازه‌گیری به این ترتیب نیست. حالا اگه به یک شکل دیگه به قضیه نگاه کنیم، اگه مثلا 2% مبتلایان جان داده باشن، که خب یک رقمیه که بین 1 تا 3% در بعضی از جاها کمتر یا بیشتر گفته میشه، از 25 میلیون میشه 500 هزار نفر تلفات. آیا این اعداد رو میشه کنار هم گذاشت؟ حضورتون عرض کنم که خب یه مقدار زیادی ما تناقض تو آماری که از ایران بوده همیشه وجود داشته. ما یعنی نمیدونیم که آیا این آمار واقعا افرادی هستن که تست شدن. تست هم تا مدت ها در دسترس نبود در ایران و خب به دلایل متعددی که هممون کم و بیش در جریان هستیم هیچ وقت رو این آمار استنادی نمیشد کرد. اگر که ما بخوایم در نظر بگیریم که ما 25 میلیون نفر در ایران مبتلا شده باشن، این حدود صحبت از 40% جمعیت ایران میکنیم و خب این جمعیتی است که یواش یواش قاعدتاً باید سی به سمت ایمنی جمعی پیش بره و از بالای 40-50% جمعیت. و خب یه مقدار پیشبینی ها که بیشتر من میبینم تو اکثر جاها هیچ اساس علمی براشون نمیتونم پیدا کنم و فکر نمی کنم منطقی و علمی باشه. همین ایمنی جمعی تا چه اندازه مسئله علمی است، تا چه اندازه ثابت شده است؟ به خاطر اینکه بعضی از محققان و دانشمندان میگن که این خودش محل بحثه، محل شک. حتی حضورتون عرض شد که ایمنی جمعی خب مسلماً مطرح هست. ما میدونیم که ویروس کرونا هم مثل بسیاری از ویروس های دیگه و مثل بقیه ویروس های خانواده خودش ایجاد ایمنی میکنه. حالا این مبحث مفصل است که چه نوع ایمنی، چون شما شاید شاهد بودید خیلی ها سوال دارن که بعضی تست آنتیبادیشون منفی است، این چه معنی داره تست آنتیبادیشون مثبته. همین ها خب یه توجیهات خیلی مفصلی داره که اگر یه موقعی فرصت بشه من میتونم عرض بکنم حضورتون. در مورد ایمنی جمعی تردیدی نیست که ایمنی جمعی ایجاد خواهد شد، ولی قیمتش خیلی زیاد خواهد بود. یعنی ما اگر که نتونیم از انتقال انسان به انسان از راه‌های درست جلوگیری بکنیم، تلفات بسیار زیادی، همونجوری که فرمودید، اگر ما در نظر بگیریم که بیماری 3% مرگ و میر داره حدوداً، ما اگر که بخوایم این رقم 25 میلیونی که فرمودید خودش چند صد هزار نفر به قول معروف تلفات خواهد بود که خب پرداخت همچین بهایی برای رسیدن به ایمنی جمعی نه منطقی است، نه عاقلانه است و نه انسانی و ما بایستی 100% به راه‌های دیگری متوسل بشیم که به اون شدت و مسائلی که عرض کردیم دوچار نشیم. اصلا ظرفیت درمانی در ایران، امکاناتی که هست، آی سی یو، اکسیژن، تخت‌های بیمارستان، به اندازه‌ای هست که با این اعداد و ارقامی که الان گفته میشه بتونن مقابله درست و جدی و مؤثر بکنن؟ حضورتون عرض کنم الان اگر شما نگاه بکنید ارقامی که تو ورلدومیتر هست، الان جلوی من هست، ما الان در ورلدومیتر بر اساس آمار رسمی ایران ما 271,000 مورد کووید 19 داشتیم و بر اساس ورلدومیتر ما 3500 نفر در شرایط خیلی آی سی یو داریم در ایران، این چیزی که در آمار رسمی ایران ذکر شده. اگر ملاحظه بفرمایید این در حالی است که به فرض تعداد بیماران آی سی یو در آمریکا در همین حال حاضر حدود 16,000 هست، برزیل حدود 8,000 تا، هند حدود 8,000 تا. یعنی ما با کشورهایی که جمعیت بسیار زیادتری از ما دارن، ما تقریبا حدود نصف اونها تعداد موارد آی سی یو داریم در همین لحظه بر اساس آمار رسمی ایران. فراموش نفرمایید که عرض کردم آمار رسمی ایران، حالا چه تعدادی هستن که گزارش نشدن و یا از این از قلم افتادن اون مسئله جداست. با توجه به این تعداد بالا و با توجه به اینکه مسئله کووید 19 در ایران الان چندین ماه به طور گسترده ادامه پیدا کرده، مستظر هستید که خب خستگی پرسنل درمانی، فرسودگی دستگاه‌ها، فرسودگی امکانات، عدم دسترسی به بسیاری از مسائلی که در بیمارستان‌ها هست و فاکتورهای متعدد دیگری باعث میشه که من فکر می‌کنم این از توان
ICU ها و بخش های مراقبت های ویژه ایران فراتر باشه و فکر میکنم اگر که کمی بیشتر از این ما فراتر بدیم، فکر میکنم مشکلات خیلی بیشتری خواهیم داشت. شما به بعضی از آمار ارقام اشاره کردید، الان وزارت بهداشت چیزی میگه در زمینه مبتلایان و تلفات، آقای روحانی چیزی دیگر، بعضی از ارزیابی های مستقل هم اعداد متفاوت ارائه میکنن. در این حالت متخصصانی مثل شما واقعا میتونن برنامه ریزی کنن؟ حضورتون عرض شود که خب شرط اول تمام برنامه ریزی های علمی صداقت و درستی آمار هست، هیچ تردید در این نیست. یعنی ما چنانچه آمار درستی از هر بیماری یا هر مسئله علمی نداشته باشیم، نمیتونیم رو اون استناد بکنیم، نمیتونیم برنامه‌ریزی بکنیم و نمیتونیم هیچ برنامه‌ریزی حتی برای ریشه‌کن شدنش بکنیم. یعنی ما نگاه که کردیم مثلا، خب این تناقض خیلی متاسفانه واضح بوده و حالا علتهای متعددی میتونه داشته باشه که من شاید ازش آگاه نیستم، ولی نه به این ترتیب من صراحت میگم، یعنی شما نمیتونید برنامه‌ریزی کنید. ولی چیزی رو که من آماری رو که الان ذکر کردم، بر اساس آمار رسمی تعداد 3500 تا بیمار ICU به خاطر کووید 19 در ایران تعداد بسیار بسیار زیادی است برای ظرفیت‌های بیمارستان ایران. ممنونم از دکتر مازیار صدری، فوق تخصص ICU از همین شهر لندن با ما. امل مسلوسی، خواننده معروف به صدای انقلاب تونس، اخیراً با خواندن یک آهنگ عربی با ملودی آهنگ سلطان قلب‌ها واکنش فارسی زبان‌ها را برانگیخته. آهنگ رؤیا در جریان روزهای قرنطینه کرونا با ملودی سلطان قلب‌ها از انوشیروان روحانی به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی ایران پخش شد. ضیا شهریار با امل مسلوسی درباره این آهنگ و رابطه او با موسیقی ایران گفتگو کرده و این گزارش را ساخته. آهنگ رویا با زبان عربی با صدای امل مسلوسی، آوازخوان معروف تونسی. این آهنگ که روی موسیقی سلطان قلب‌ها خوانده شده، اخیراً فضای شبکه‌های مجازی فارسی زبان را فرا گرفت. سلطان قلب‌ها از معروف‌ترین آهنگ‌های فارسی الهام شد برای این هنرمند انقلابی تونس که در مورد رویای پرواز در آسمان امیدهایش بخواند. این ترانه منو به جایی بود که احساس کردم روزنه ای از امید میبینم و باید در مورد رویای خودم بودن صحبت کنم و شاید برای یک دقیقه تصور کنم که دنیا اونقدر هم مکان دشواری نیست. من از این فکر الهام گرفتم و این آهنگ واقعا منو به ورج داد. نام امل مسلوسی با اجرای آهنگ کلام من آزاد است اینجا در میان معترضان تونسی در ژوئن 2011 جهانی شد. این آهنگ به سرود معترضان بهار عربی تبدیل شد و او لقب صدای انقلاب تونس را گرفت. امل در سال 2015 این آهنگ را در مراسم اهدای جایزه نوبل صلح اجرا کرد، اولین اجرای یک آهنگ عربی در این رویداد باشکوه. این آهنگ در مورد انسان‌های آزادیه که نمی ترسن.
ادای احترامی به آزادی و آزادگی، برای تاکید بر اینکه با هم و با اراده خود و عشق ما به عدالت و حقیقت میتونیم انقلاب رو تحقق ببخشیم و میتونیم گل سرخ رو که استعاره‌ای برای تونس نجات بدیم. The red rose, which is a metaphor to Tunisia. امل مسلوسی 6 سال پیش در جریان تولید مستند آواز بی سرزمین ساخته آیت نجفی به ایران رفت. این فیلم روایت آوازخوانان زن در ایران است که برغم محدودیت ها کنسرت را در تهران برگزار می کنند. I was really happy to be able to travel to Iran for the first time. واقعا خوشحال بودم که تونستم برای اولین بار به ایران سفر کنم. چیزی که متوجه شدم این که همونطوری بود که شنیده بودم، مردم خیلی خوب بودن. تهران شهر زیبا با درختان زیادیه که برای من چیز جدیدی بود. چون پایتخت معمولا فقط شلوغه و این همون چیزی که ما درباره کلان شهرهای خاورمیانه فکر میکنیم. ولی تهران متفاوت بود. من ساعت 4 صبح تنها به ایستگاه اتوبوس رفتم و به شهرهای مختلف سفر کردم. I am in the morning to the bus station. عمل میگوید وضعیت زنان در ایران را از نزدیک دنبال میکند و به همین دلیل به کارزار یاسمن را آزاد کنید پیوسته. فعال مخالف حجاب اجباری که پس از انتشار ویدیویی که در آن به زنان محجبه در متروی تهران گل توزیع میکرد بازداشت شد. I support brave. من از ابتکارات شجاعانه و خودجوش حمایت میکنم، چون این مسیر برای دیگران آزادی برمقام میاره. من به عنوان یک هنرمند شکر گذارم در جایی زندگی میکنم که تقریبا میتونم هر چه بخوام انجام بدم. عمل میگوید در پی استقبال از آهنگ رویا با انوشیروان روحانی سازنده آهنگ سلطان قلب ها در تماس است تا به کمک او کارهای بیشتر در زمینه موسیقی ایرانی انجام دهد. ضیا شهریار، بی بی سی. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. میتونید بر روی سایت ما برنامه رو دوباره ببینید یا قسمت‌های قبلی برنامه رو، شب‌های دیگر و همینطور به کانال یوتیوب ما مراجعه کنید.